برای توضیحات بیشتر در این زمینه، مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده، سلام عرض ادب. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران شما. بزرگان، آقای رئیس‌زاده، ارزیابی شما از گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت آینده افغانستان چیه؟ تشکر. باید جدی بگیریم. وضعیت اقتصادی افغانستان واقعا در سالهای اخیر ناامید کننده بوده، اما باید این را متوجه باشیم که در رأس نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان یک گروه تروریستی بین المللی به نام طالبان قرار دارد. این گروه تروریستی از زمان حاکم شدنشان ما شاهد بودیم که فرار سرمایه ها صورت گرفته از افغانستان، هم سرمایه پولی، هم سرمایه انسانی و سرمایه نیروی متخصص اقتصادی. خب این یک واقعیت اقتصادی است که در طول حاکم شدن گروه طالبان ما در بخش های مختلف ما مشکل داشتیم. در بخش تولید ناخالص ما می‌بینیم که یک گراف از بالا به پایین رفته است، و همچنان در از جانب دیگر ما می‌بینیم که بیکاری در اوج خود رسیده. نیمی از قشری از جامعه در افغانستان که زنان باشه کاملا از کار کردن و در اقتصاد افغانستان سهم گرفتن محروم است، و همچنان در ادامه باید بگویم که پایین آمدن توان خرید در افغانستان وجود دارد. وقتی در افغانستان بیکاری وجود داشته باشد، به طور اتومات و اما گراف توان خرید هم پایین میاد. یک شخصی بیکار نمیتونه که بیشتر خرید بکنه، یک شخصی بیکار نمیتونه که مواد غذایی اولیه خود تامین بکنه، یک شخصی بیکار نمیتونه که برش پوشاک و خوراک تهیه بکنه. و در ادامه ما میبینیم که خدمات دولتی هم در افغانستان در طول مدت 3 سال حکومت طالبان هم به حد اقلش رسیده. خب چون نیروی تولید نداریم و تولید هم نداریم، و نیروی تولید و کار ما مجبور شده که از کشور فرار بکنه و پناه ببره به کشور دومی و سومی تا یک محتاج زندگیش تامین بکنه. در کل ما گفته میتونیم که این راپور بیانگر وضعیت فعلی و همچنان بیانگر دورنمای اقتصادی افغانستان برجسته میسازه که البته بانک جهانی در ماه‌های قبل هم در این مورد هشدار داده بود. بله، چه راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد افغانستان از وضعیت فعلی به نظر شما میرسه؟ باید افزایش خدمات دولتی را بیشتر بکنه. وقتی افزایش خدمات دولتی بیشتر شوه، استخدام نیروی متخصص کاری هم صورت میگیره. در ادامه باید نیروی تولید هم ایجاد شود و هم نیروی تولید تقویه شود. در ایجاد و تقویه نیروی تولید ما چند مرحله در نظر میگیریم. این که اول باید امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی و فردی در افغانستان وجود داشته باشد. در صورتی که با وجود نیاید، نیروها و نیروهای تولید و کارگر نمیتونن که در افغانستان برگشت بکنن و در افغانستان هم یک ماحول امن اقتصادی را حس نمیکنه. از این دلیل در افغانستان با وجود نمیای نیروی تولید و همچنان تقویه نمیشه. مسئله دیگر مسئله است که کمک های جامعه جهانی، کمک های کشورهای همسایه و کشورهای کمک کننده باید مستقیم به مردم تزریق شود. در صورتی که دولت طالبان ایره واسطه شود، با در تجربه‌ای که در طول 3 سال داشتیم، این به مردم نمیرسه و حیف و میل گروه طالبان میشه. در از این که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد در افغانستان زراعت و مالداری، زراعت و مالداری با در افغانستان تقویه شود. در این مورد ما تقاضای ما است که کمک‌های جهانی بیشتر متمرکز شود روی تقویه زراعت و مالداری، و همچنان پول نقد باید در افغانستان تزریق شود. پول نقد جدید، البته نقدینگی فرسودگی که در فعلا در بازار افغانستان وجود داره و در سکتور بانکی افغانستان وجود داره، دیگر قابل استفاده ای پول نیست. از این جهت عدم مشروعیت نظام سیاسی فعلی هم باعث میشه که پول نقد جدید در افغانستان و در بازار تزریق نشود. البته همه اینها برمیگرده به نوعیت نظام سیاسی و کارکرد این نظام سیاسی با تمرکز به حمایت مردمی. نظام سیاسی فعلی حمایت مردمی را نداره. از این جهت دولت هم بیشتر روی حمایت از اقتصاد مردم، حمایت از آینده مردم، حمایت از پیشرفت مردم نداره. و این مشکل اساسی در افغانستان. و
بله، با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا که از آنکارا با ما همراه بودند.